شما در جمهوری اسلامی داری زندگی میکنی، جمهوری اسلامی که در اسلام مثل رسول اکرم، مثل امیرالمومنین سلام الله علیه علیهما برش حکومت کردن، میخوام یه همچه حکومتی باشه و من از ملت ایران میخوام که کمک کنن به این نهضت، کمک کنن به این دولت. امروز دولتی است که خدمتگزار مردم است، مثل دولت‌های سابق نیست که میخواست تحمیل به مردم بشه، میخواست که ذخایر مردم را به باد بده. این دولتی است که میخواد حفظ کند ذخایر ملت ما را، میخواد حیثیت ملت را حفظ کند و میخواد که خدمت کند به ملت. مردم توجه پیدا کردن به اینکه نباید یه اقلیتی بر یک اکثریت قاطع حکومت کنند. این مطلب پیدا شده در ذهن مردم. در بلاد اسلامی مثلا تر هست الان که باید ما جمهوری اسلامی داشته باشیم. ما نباید یه جمهوری دموکراتیک داشته باشیم به اصطلاح اینها، یه مسئله غربی داشته باشیم، اسمش رو عوض کنیم، شاهنشاهی رو برداریم، یه شاهنشاهی دیگری جاش بذاریم به طور مسائل غربی. باید این قانون اساسی ما مطابق با شرع در چارچوب شرع. اگر یکی از وکلا یا همه وکلا بخوان دست از این چارچوب خارج بشن، اصلا وکیل نیستن برای ما. الان اگر چنانچه شما بخواید یا بعضی از شما بخوان که جمهوری اصلا نباشد، بحث را ببرن روی رژیم سلطنتی، شما حق دارید رسیدگی بکنی، شما حق رسیدگی ندارید. برای جمهوری اسلامی رو شما حق رسیدگی. یا در مقابل این اعلامیه جبهه ملی که مخالف نص قرآن مجید است و شما بعضیتون از مفسرین قرآن مجید هستید، در مقابل این دعوتی که مردم را دعوت کرده است به راه پیمایی در مقابل قانون الهی، تکلیف دیگر ندارید شما. آیان تمام تکلیف ها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط یه تکلیف مونده و اون جمهوری اسلامی را به هم زدند. من باید متاسف باشم، من باید بسیار متاسف باشم از اینکه غیب نمیدانم، نمیدانستم در جنته اینها چی است. من بعضی از اینها را میپذیرفتم، بهشون هم محبت میکردم، لکن نمیدانستم که اینها بر ضد قرآن هم قیام میکنند و به طور صریح مردم را دعوت کردم به اینکه ای مسلمان ها بیایید و حکم قرآن را، حکم غیر انسانی قرآن، ولا حول ولا قوة الا بالله، در یک کشور اسلامی اینطور سب بر قرآن و سب بر اسلام به مرعا و منظر مسلمین بشه، تکرر شخصیت های بزرگ ما، شخص های بزرگ ما، اسلام ما تایید می شود. نهضت ما زنده شد در تمام اقصای ایران، باز زندگی اثر گرفت،
اگر یک سستی ضعفی پیدا کرده بود زنده شد، و اگر مرده بود این مرد بزرگ در بستر خودش این تایید نمی شد، این موج بر نمی خواست. و اینا عمال خارجی هستن، حالا یا عمال آمریکا هستن یا عمال خارجی هستن. اگر ما الان دیگه انقلابی رفتار کنیم نمیتونن بگن که شما آزادی ندادید. ما آزادی دادیم، سوء استفاده شد، ما آزادی نخواهیم دید. آزادی به اون معنی که اینها بخوان خرابکاری میکنن، این آزادی نخواهد داشت. حزب دموکرات کردستان یک جمعیت خرابکار هستن، جمعیت فاسد هستن، جمعیت مفسد هستن. این ها را ما نمیتونیم بگذاریم که همینطور هر کاری به انشان رو کنم بکنن. امام دراز 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 در هر صورت ما منتظر این هستیم که این خرابکاری ها به دست این خرابکار ها و به دست این اجانب که اینها را آلت قرار دادن برای مقاصد خودشون و اینها با این اسماء مختلف مثل حزب دموکرات، دموکرات کذا و این طور الفاظ بی‌معنا، ما باید از دولت و از وزیر کشور هم گلایه کنیم که در اون روزی که اینها 300 نفر را اونطور که گفتم ما نخواهیم گذاشت که محمد رضا برگرده، اینها میخوان برش گردانن. بیدار باشید ای مردم، بیدار باشید، نقشه دارن میکشن، ستاد درست کرده مدیگه در اون جایی که هستش، روابط دارن درست میکنن، میخوان دوباره ما را برگردانن به اون حدی که همه چیزمون اختناق در اختناق باشد و همه هستی ما به کام امریکا برد. ما نخواهیم گذاشت، تا جان داریم نخواهیم گذاشت. عمده ارزش این عملها این است که از ذهن توده های ضعیف مردم در سرتاسر دنیا، مستضعفین جهان در سرتاسر دنیا، حالا که منزوی هستیم جوانهای ما ایستادند و سفارت امریکا را گرفتند و 50 و چند نفر جاسوس ها را گرفتند و نگه داشتند، البته انسانی هم با اونها رفتار کردند اونطوری که به من دائما رسیده این است، خیلی خوب با این رفتار کردن و اخلاق اسلامی هم همینه. محمود اخیران شنیدید که رئیس جمهور امریکا گفته است که این کشور ایران یا رژیم ایران وحشی هستند. اگر مقصود از وحشی این است که ران نیستن در مقابل اون چیزهایی که شما میخواهید رابشیده نیستن، اینجا شما اسمش را وحشی میذارید بگذارید. شما اگر چنانچه رفراندوم کنید بین ملتهای دنیا که امروز وحشی ترین رژیم ها کی هست، من گمانم این است که بین ملت ها اگر اتفاق آرا نباشد اکثریت قاطع هست که امریکا. امام خمینی نے ساری پیشکش کو ٹھکرا دیا اور ان سارے نمائندوں میں سے صرف پوپ کیتھولک کے نمائندے سے ہی ملاقات کی. دیگنا جسو ایم فیمی d'être ici pour la deuxième fois, une fois à Téhéran dans votre logement occasionnel, maintenant ici dans votre maison. من اگر در این موقع حساس مقامات دیگر تقاضای ملاقات کرده بودند برای این موضوع نمی‌پذیرفتم، لکن
مقام روحانیت ملت مسیح و پاپ اعظم احترامی دارند که ما پذیرفتیم، فرزن که آقای کارتر بتواند نظامی بیارد اینجا، با اینکه نمیتونه هم چیکاری بکنه، دخالت نظامی بکنه نمیتونه بکنه. فرض میکنیم که خیر، تفاهم کنند این ابرقدرت ها که به ایران نظامی میفرستن. ما 35 میلیون جمعیت داریم که اینها بسیاریشون، بسیار زیادشون آرزو شهادت میکنن. ما با این 35 میلیون به میدان میریم، بعد که ما هممون شهید شدیم، خودتون با ایران هر کاری بکنید. از این ما نمیترسیم، ما مرد جنگی، ما مرد مبارزه هستیم. اینکه دولت مصر دعوت میکنند اعراب را به اینکه مجتمع بشید در خلاف ایران، ایران را مقصود شد؟ ایران خطر است، ایران برای اونا خطر است یا اسلام؟ مقامات امریکایی هم همین مطلب را میگن که اونا اسلام را درست نمیدونن. قبلن بدون همین حرف را میزد، حالا داخل و خارج همین حرف را میزنن. من نمیدونم که اینها میخوان عروت و وثقی را حاشیه کنن. ما که نهضت کردیم، برای اسلام نهضت کردیم، جمهوری اسلامی است. نهضت برای اسلام نمیتوند محصور باشد در یک کشور، یا نمیتوند محصور باشد در حتی کشورهای اسلامی. نهضت برای اسلام هم دنباله نهضت انبیا است. ما از هیچ چیز باک نداریم، نه باک داریم که شرق ما را یک وقت اشخاص مثلا غیر آزادی طلب یا دیکتاتور حساب بکند، نه باک از این داریم که قدری همچی چیزی بکند. البته منافعشون که در معرض خطر است، باید همه تهمت ها را به ما بزنن و ما همه تهمت ها را هم قبول میکنیم. نخیر، ما هر چی اونا میگن بسیار خوبه، اما ما مسیر خود رو میتونیم. I believe that the collapse of a pro-Western, pro-modern and pro-American government in Iran, because that is what the Shah was, would have without our ability or willingness or any other ability to preserve it, will have a profound effect on Saudi Arabia, on the Sheikhs, on Kuwait, and on areas further away. Now the problem is how we can prevent a collapse in that area. اونها میگن که در حبس‌ها، شکنجه‌های قرون وسطایی نمیدن چی؟ البته امریکا باید اینا بگد، امریکایی که دنیا را داره شکنجه میکند، امریکایی که به همین شکنجه های بدتر از قرون وسطایی داره دنیا را از بین میبرد و همینطور شوروی، اون وقت میگن که در ایران حد الهی جاری میکنن، کارهای قرون وسطایی میکنن. اینها اسلام را قرون وسطایی میدونن. این آیین که هی نیاسر آیین که ببینیم چطور این چیزی باشد، پسند غرب باشد. پسند غرب اون است که ما همه چیزمون رو تقدیمشون بکنیم و بیچون و چرا. این پسند غرب، اگر آیین این را میخواد، این پسند ملت ما نیست. و اگر آیین یه چیزی خیال میکنن که در غرب خبری است، بدانن که در غرب خبری نیست جز جنایت، جز خیانت. من ملت شونه نمیگم، دولت ها که الان غرب یعنی دولت ها شونه. نه اگه ملت را بکنیم،
و ایشان را به این سمت منصوب نمودن. لیکن تنظیف و نصف این جامعه و رأی ملت مسلمان ایران محدود است و عدم تقلب ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران و از بهشت‌های مختلفه ایران، خصوصا متفکران و دانشمندان و احزاب اسلامی و سیاسی و قوای انتظامی، می‌خواهم که در این لحظات حساس و سلام علی عباد الله الصالحین و الله الموسوی که امید من یک کلمه به آقای بنشهر تذکر میدم که این یک کلمه تذکر میدم کفر دنیا را شکر به خطیقه من از آقای بنشهر میخواهم که ممکن قبل از حیاست مرحوم و قرآن حیاست مرحوم در تحقای ملیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن تلیب برزر نفس است. به قرآن مجید سوگن یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتناع ایران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشور با تمام قدرت بکوشم. دلیلی هم ندارد که ما به این کوشش انسانی نپردازیم. وقتی مردم ما این همه صفا و صداقت چه در انقلاب و چه پس از انقلاب از خود نشون دادند و با چنان وفاداری و پایداری من که اعتراف میدم که مثلا اینطور صحبت ها نباید بشد، اینطور حرف ها نباید در کجا گفته بشد، نمیگم که اختناق هست. هر چی میخوان بگن، هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطعه هست. لحن توطعه با لحن انتقاد فرق دارن. انتقاد از امومیش که سازنده است، لکن یه وقت لحن انتقاد نیست، لحن تضعیف جمهوری اسلامی است. این به نفع خلق است، به نفع توده هاست. شما ادعا میکنید ما به نفع توده ها هستیم، به نفع خلق هستیم و این امام و نعلین است که برخلاف است. امام و نعلین چه میکنه؟ اما اون علین حالا 5 ماه است که شما مهلت داده، در صورت همه قدرت داشت، قدرت در همه جا دست اما اون علین بوده. چه کردن اینا؟ دو شما خراب کردن. بله، اشکال به اما اون علین است که به شما مهلت داده. این اشکال وارد است. مسئله فلان و بهمان فرد نیست. مسئله طرها و نقشه های خطرناک جهانی بود که دقیقاً در پشت سر اشخاص و افراد قرار داشت و اون چه امام با آن مبارزه کرد و امت در مقابل اون ایستاد و عناصر و اشخاص انقلابی در برابر اون تلاش کردند، همون جبهه جهانی ضد انقلاب اسلامی در ایران بود و بالاخره اون جبهه را به زانو در آورد. شما می‌بینید که در زمانی که مرحوم آقای بهشتی زنده بودند چه وضعی پیش آوردند این اراذل و ایشون را یه چهره دیگری نشان داده بودند.
که اون روز در خیابان ها هم برزدیشون تظاهر میکردن، صحبت میکردن و نمیدونستن به سلام. شهادت ایشون اسباب این شد که یه بهره بزرگی ما برداشتیم و اون که ثابت شد که اون انحراف بوده است، اون کار اونها انحرافی بوده است. و همینطور هر قصه ای که اینها خواستن ازش بهره برداری کنن ما بهره برداری کردیم. و البته ما خیلی خسارت بهمون وارد شد، لیکن خسارت در مقابل اسلام. یعنی ما مقصد داشتیم، هدف داشتیم و هدفمون یه هدف الهی بود و روحی بود. افرادی را که از دست میدادیم البته مهم بودن، لیکن در راه هدف اگر بهره برداری برای هدف بود ارزش داشت و ما بهره برداری کردیم برای هدف. منطق ما منطق ملت ما منطق مؤمنین منطق قرآن است. انا لله و انا راجعون. فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهمی است، گرچه خود فاقه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارزمندند و آقای رجایی و آقای راهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند. همه ما بنده و آقای نخست وزیر و برادران وزرا این رو میدونن و پذیرفتن که دوران کار و خدمت به مردم مقداری هم دیر شده. البته گرفتاری ها کارهای روزمره‌ای که مرتب در این مدت وجود داشته مانع از کارهای اساسی شده، لیکن فعلا این کابینه بر آن است که انشاءالله به کارهای بلند مدت برنامه ریزی های اساسی و ریشه دار بپردازه. شما اینو حفظش کنید، اینو که در ایران شده است ادامهش مشکل است. باید این ادامه را با همه اشکالاتی که دارد بدید این ادامه را. دشمنان بزرگ جهانی ما حس کردند که باید در مقابل این موج فعلا مقاومت آشکاری نکنند و از داخل در انقلاب رخنه کنند و همین کار را هم کردند. لذا بعد از گذشت زمان کوتاهی جریان‌های انحرافی ضد انقلابی در داخل جمهوری حتی تا بالاترین مناصب این جمهوری به وجود آمد. این چیزی بود که انقلاب را از داخل تهدید به نابودی و زوال می‌کرد. امت حزب الله با همون شور با همون انگیزه در صحنه بود و امام
راهنمایی امامتوار ناشی از رهبری دقیق را همیشه نسبت به انقلاب و نسبت به امت میکرد. اینها از اول معلوم شد که بنای کهتمت داشتند. حالا ما میفهمیم والله این بود که اونا 20 سال مثلا داخل کارها بودن به خاطر شیطنت کاری بودن و درست مجهز شده بودن و ما یه مردمی بودیم که تازه وارد میدان شده بودیم. ما فقط اتکارمون به خدا بود و خدا هم تا کنون الحمدلله همراهی کرده. کسی که ابتداعاً برای اینکه سردار قادسیه باشد تصریح کرد که من به کشوری که مجوس هستند دارم حمله می کنم و کشور ایران را مجوسی خواند و حمله خودش را حمله سردار قادسیه کرد و هیچ اعتقاد به اسلام و اخلاقیات اسلام نداشت، امروز شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتون بکنید، نه حکومت بر ابدان و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه اونها بیرون بیایند، حکومتهای اونها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشون را به دست بیارند. ما جنگ نمیخوایم بکنیم، از اول هم جنگ نداشتیم. ما بعد از جنگ نبودیم، ما بعد از اینکه به اون حمله کردن دفاع کردیم، حالا هم در حال دفاع هستیم. دفاع معناش این نیست که تا اون گفت که یالا دست بده من با هم صلح بکنیم ما رها کنیم، این حرف غلطی است. ما در اقصا بلاد دنیا اگر به کسی بگید که یالا مسلمین ما نظام موظفیم که به درد اونا برسیم، افراد اون میتونیم، نمیدیم که ما میتوانیم همه جا چه بکنیم. ما اونقدر که میتوانیم دفاع از حق مسلمین میکنیم. مسلمین معناش نیست ایرانی، مسلمین کسی که یک مسلمی فریاد زد که بیداد ما برسید و نرد سراغش فکر اون نراشد، این مسلم نیست. که فهمیده است که یک طرف دیگری هم هست، فهمیده است که این دنیا معبر است برای اون عالم، اون دیگه خوف ندارد، آرزوش این است که به مقصدش برسد. الهی حبلی کمال المقطاع الیک و امر ابصار قلوبنا بدیاء نبرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمه فتسير ارواحنا معلقه بعز قدسك و تر باید
توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است برای حفظ اون ارزش های شماست. تمام حقوقی که مرد دارد، حق رأی دادن، حق رأی گرفتن، حق مالکیت همه جور، تمام جهاتی که مرد دارد زن هم دارد، لیکن هم در مرد یک چیزهاییست که ممنوع از بواسطه نفست و هم زن در زن یک چیزهاییست که ممنوع از بواسطه مفاسد اخلاقی. اون که اسلام جلوش را گرفته چیزهایی که مفسده دار بوده است، چیزهایی که برخلاف عفت زن بوده و زن را خواست است که یک حیثیت انسانیش محفوظ باشد و ملعبه در دست مردها نباشد. از حضرت امام بسیار متشکرم از دادن فرصت برای ملاقات با شما. جمعه رو هم دوباره باز درباره بسیار متشکر. قرونی از پاروشینی باشه پسیشنستو روچیت پسلانشستو اتویتنی پسلانی Михаил Сергеевич Горбачёва. Товарищ Горбачёв Михаил Сергеевич указывает послание, что ваше обращение к генеральному секретарю ЦК КПСС наполнено глубоким философским смыслом. Все советские руководители, все члены советского руководства ознакомились с текстом вашего послания. ایشون بگیم که من میخواستم به جلوه شما که فضای بزرگتر باز کنم. Спасибо за это послание. Передайте ему, что я бы хотел поговорить с ним в более общем плане. Но, тем не менее, на то свое послание я бы не получил. الان میتواند یه سفارتخانه، هر سفارتخانه میخواد باشد، میتواند که به حکومت ما، به دولت ما یه چیز رو تحمیل کنند. پس ما منزوی نیستیم. شما خیال میکنید منزوی هستید؟ منزوی به اون معنایی که شما میخواید نباشیم، این معناشی هست که ما وابسته باشیم و تا آخر غلام حلقه بگوش باشیم. اینکه من زحمت دادم که خانم تشریف بیارند، جهت مهمش این بود که این وصیت‌نامه سیاسی و الهی من یکیش باید به مجلس برد و یکیش به خراسان، به آستانه. آقای کسی را تعیین کنم، اشخاصی را که اونو ببرن به مجلس و اشخاصی را که ببرن به چیز، یعنی با یکی از این آقای خود ببرن به مشهد. شما تنی کنید دو نفر دو سه نفر رو که همراه این برم آقایی فهم نمی کنید همه زمان امروز قضیه شخصی نیست که یک کسی معصیت خدا را می کند و معاقب است. این به اندازه شخصیت خودش و به اندازه حال خودش معاقب است. ما اگر امروز صحبت با هم بکنیم، قضیه یک ملت در کار است، قضیه ملت های اسلامی در کار است، قضیه اسلام در کار است، قضیه ارزش های الهی در کار است. ولو این چه حد هر مقدار هم یک نفری آدمی باشد که خیلی ظواهر خیلی اعتقاد داشته باشد و خیلی هم دنبال ظواهر باشد، لیکن وقتی که در قلبش هوای نفسانی باشد، قهرم اون هوای نفسانی او را دنبال میکند. این هوای نفسانی در همه هست، نمیشد تعرضش نمیشد کرد. البته در موقع اگر خدای نخواسته یه وقت ما ببینیم که میخواد یه همچی چیزی واقع بشد، تکلیف شرعی این است که با هر ترتیبی که میشد جلوشو بگیری، ولو به افشا کردن، ولو به اینکه یک نفری را قربانی کنیم برای
ملت، یه دسته را قربانی کنیم برای ملت. صدر جمهوریہ سید علی خامنائی تشریف لے آئے اور امام نے ان کو اپنے قریب چلے آنے کا اشارہ کر دیا اور خود بیٹھ گئے. یہ آئندہ آنے والے بہت سے اہم مسائل کی طرف اشارہ تھا. امام خمینی نے کچھ ہفتوں کے بعد اور اسپتال میں داخل ہونے سے پہلے آیت اللہ منتظری کے استعفے کو قبول کر لیا تھا اور یہ امام کی طرف سے اپنی نیابت کی طرف آخری اشارہ تھا. ماہ رمضان کے بعد امام کی جسمانی حالت آہستہ آہستہ خراب ہونے لگی. سنیچر 23 مئی 1989 امام کی زندگی کا آخری دن تھا جو امام نے اپنے جماران کے دفتر میں گزارا. ہر سال 3 جون کا دن امام خمینی کا یوم وفات ہے. مرور زمان کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت اور آپ کا عمل آنے والی نسلوں کے لیے مزید واضح ہو کر سامنے آئے گا. امام اپنی صدی کے سب سے روشن ستارے تھے اور ہمیشہ اسی طرح روشن باقی رہیں گے. جو آپ کے بارے میں کہا اور سنا گیا وہ اس کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے. جو بیان نہ ہو سکا آپ کی تاریخ کے تشنا پہلو اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ تاریخ اظہار نظر کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ نہیں. امیدوارم کہ انشاءاللہ دو عنایات خاصی علی عصر ارواح العالم الفدا این کشتی اطلاعات انسانیت به ساحل نجات برسند و مستضعفان جهان بر مستکبران ظالم پیروز شوند. امید است که حکومت بزرگ همگانی حضرت سلام الله علیه به زودی برقرار شود و چشم همه ما را و همه مسلمین جهان را به نور مبارکش روشن فرماید.